کوروش پادشاه عادلی بود که هیچ حرمسرایی نداشت و شهرتش در کل دنیا زبون زد مردمه. اما چی شد که کوروش تبدیل به چنین پادشاهی شد؟ رفقا سلام. قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنی، برای اینکه از من حمایت بکنی، ویدیو رو لایک کن و کانال رو هم سابسکرایب. توی ویدیوی قبلی در مورد این حرف زدیم که دبی چجوری از یه بیابون بیاب و علف به یک شهر مدرن و باشکوه تبدیل شد. اگر دوست داشتی حتما یه سر بهش بزن. کوروش دوم، معروف به کوروش کبیر، اولین پادشاه و بنیانگذار حکومت هخامنشی بود که در 40 سالگی به پادشاهی رسید. او به مدت 30 سال بر مناطق وسیع از آسیا حکومت کرد. کوروش کبیر نمونه کاملی از صفات اخلاقی را داشت. هر کجا که به عنوان فاتح وارد می شد، برخلاف فاتحان آشور و بابل، نسبت به معابد اقوام بیشترین احترام را نشان می داد. برای تعمیر و توسعه پرستشگاه ها کمک های زیادی می کرد و از هر گونه تبعیض نسبت به پیروان ادیان خودداری میکرد و اجازه نمیداد این احترام بهانه برای تجاوزجویی و قدرت طلبی کاهنان شه. او با نهایت دقت این شیوه اخلاقی و انسانی رو رعایت میکرد و اون رو وسیله استحکام قدرت امپراتوریش میدونست. کوروش مظهر خردمندی، فردی با فضیلت و شرافتمنده. به گفته هرودوت، کوروش دلیرترین و پرهوادارترین مرد جوان در پارس بود. او فریب زندگی پرزرق و برق را نخورد و بر ارزش زندگی شرافتمندانه واقف بود. شجره‌نامه کوروش از سمت خاندان پدری به پارس ها میرسه که سالها بر انشان شمال خوزستان کنونی در جنوب غربی ایران حاکم بودند و از سمت خانواده مادری به مادها می رسید. اما کوروش چگونه پادشاه شد؟ از هفداد روایت می شه که آستیاگ، پدر بزرگ کوروش، یک شب در خواب می بینه که دخترش ماندانا نهر آب بزرگی روانه که نه تنها پایتخت او بلکه تمام آسیا رو فرا گرفته. معبرها خواب اون رو اینگونه تعبیر کردن که فرزند دخترش روزی بر تمام آسیا غلبه میکنه. به همین دلیل آسیا دخترش رو به کمبوجیه، شاه شهر ارشان داد که از نوادگان هخامنش بود. پس از وضع حمل مادانا، آسیا فرزند دخترش رو به یکی از بستگانش به نام هارپاگ سپرد و دستور داد که کودکش رو بکشه. هارپاگ کوروش کبیر رو به یکی از چوپون‌های شاه به نام میتراداد داد و از او خواستش که اون رو به دستور شاه به کوهی در میان جنگل‌ها رها کنه. چوپان کودکش رو به خونه برد. وقتی همسر چوپان از موضوع باخبر شد، با ناله و زاری به شوهرش اصرار میکنه که بچه رو نکشه و به جای اون فرزند خودش که مرده به دنیا اومده بود رو توی جنگل رها کنه. چوپان نظر همسرش رو پذیرفت و جسد فرزندش رو به ماموران هارپاگ سپرد و به جای آن کوروش رو نزد خودش نگه داشت. زمانی که کوروش به 10 سالگی رسید و همراه کودکان همسن و سالش در حین گله‌داری بازی می‌کردند، دوستانش او را به عنوان شاه انتخاب کردند. او در میان بازی دستور داد که یکی از کودکان را تنبیه کنند. پدر آن پسر به نام آرتمبر نزد آسیاک شکایت کرد و ادعا کرد که یکی از بردگان او فرزند درباریان را زده. کوروش کبیر را نزد آسیاک فرستادند تا تنبیه بشه. شاه با وجود شباهت کوروش کبیر با خانواده خود باور نکرد که نوش باشه. شاه چوپان را تهدید کرد که اگر حقیقت را نگه شکنجه میشه و چوپان حقیقت را به زبون آورد. پس از آن شاه هارپاگ را فرا خوند و از او پرسید که طفل دخترم را که به تو سپرده بودم چگونه کشتی؟ هارپاگ با دیدن چوپان پاسخ داد که پس از اینکه طفل رو به خونه بردم، خواستم طوری رفتار کنم که امر تو اجرا شده باشه و قاتل پسر دخترت هم نباشم.
اون گفتش که حالا که طفل زنده است باید خدا رو شکر کرد و ضیافتی داد و از هارتای خواست که به این مهمونی بیاد و فرزندش رو هم با خودش بیاره. بدین ترتیب که هارپای را برای صرف شام دعوت کرد و بدون اینکه خبردار بشه از بدن فرزندش که همسن کوروش و کبیر بود غذای تهیه کرد و به پدرش داد. آسیا کوروش را نزد خودش خوند و به اون گفتش که فرزند عزیزم، به دلیل خوابی که دیده بودم درباره تو بداندیشی کردم، اما خوابم به گونه دیگری تعبیر شد و به برکت بخت بلندت از سرنوشتی که برات در نظر گرفته شده بود رهایی یافتی. اکنون به پارس راهی خواهی شد و در آنجا پدر و مادرت را باز خواهی شناخت. بدین ترتیب کوروش دربار آسیاگ را ترک کرد و به درگاه کمبوجیه و خانواده خودش رفت. هنگامی که به سن بلوغ رسید، دلیرترین و دوست داشتنی ترین نوجوان ایرانی شد. هرودوت میگه که کوروش با حیله به یکی از اردوگاه‌های ماساگد حمله ور شد و بسیاری از ساکنان آنجا رو کشت، ولی پس از این جریان قسمت اعظم نیروگاه ماساگد تحت فرمانروایی ملکه توهمریش شکست سنگینی بر ایرانیان وارد کردند و کوروش کبیر رو کشتن. ماساگدها سر بریده ی کوروش را در کیسه انداختن و آن کیسه پر از خون شده بود. هرودوت می نویسه که این نبرد از شدیدترین نبردهایی که بربرها در آن شرکت جستند. پس از مرگ شاه هخامنش، فرزندش به حکومت انشان رسید. حکومت فرزندش نیز پس از مرگش توسط دو نفر از پسرانش کوروش یکم شاه انشان و آریامنه شاه پارس دنبال شد. طبق نوشته برخی مورخان و تطبیق تقویم ها فوت کوروش در 4 مارس مصادف با 13 اسفند اتفاق افتاد. مؤثرترین اختراعات باستانی چیه؟ که کاربرد بسیار زیادی هم داشتن. موضوع ویدیو فردا در این مورده. پس این ویدیو جذاب رو از دست ندید.